بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم. به فصل سوم خوش اومدین. این قسمت 69 مدرسه حفظه، جایی که شما هم میتونید به آسونی حافظ قرآن بشید. اگه تازه با ما همراه شدین و دوست دارید قسمت‌های قبلی رو ببینید، یا اگه نظر و پیشنهادی راجع به بنده یا برنامه دارید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب قبل از اینکه حفظ امروز رو شروع کنیم، یه نگاه کوتاهی به درس قبلی داشته باشیم، یعنی آخرین درس فصل دوم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، سزای آنان نزد پروردگارشان بهشت های پایدار است. تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، که از زیر درختان آن نهرها جاری است، در آنجا برای همیشه ماندگارند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، در آنجا خدا از آنان خوشنود است و آنان نیز از خدا خوشنودند. ذلک لمن خشی ربه، این پاداش ها برای کسی است که از پروردگارش خشیت داشته باشد. یکی از رشته های ورزشی که ورزشکارای ایرانی همیشه توش افتخار آفرین بودن، رشته وزنه‌برداریه. و حتما شما هم یکی از ایرانی هایی هستید که این مسابقات رو پیگیری کردین و با برد ورزشکارای ایرانی شاد و خوشحال شدید. حالا مسابقات وزنه‌برداری چه ربطی به مدرسه حفظ داره؟ صبر کنین تا بهتون بگم. تو رشته وزنه‌برداری هیچ وقت از اول کار با وزنه های سنگین شروع به تمرین نمی کنن. همیشه اول با یه برنامه ریزی منظم و با وزنه های سبکتر شروع می کنن و هرچه تمرین ها بیشتر می شه و بدن ها آماده تر می شه، می رن سراغ وزنه های سنگین تر و بالاخره روزی می رسه که می رن زیر وزنه ای که روزای اول اصلا نمی تونستن بلندش کنن. ما هم تو مدرسه حفظ با همین روش رفتیم جلو. اول از سوره‌های کوتاه و آسون شروع کردیم و آروم آروم رسیدیم به امروز که می‌خوایم فصل سوم رو با حفظ اولین سوره جزء 30 که یکی از طولانی‌ترین سوره‌های این جزءه شروع کنیم. سوره نبأ با 40 آیه. البته هممون خوب می‌دونیم که با توکل به خدا این فصل رو هم با موفقیت پشت سر می‌ذاریم و چند روز دیگه میشیم حافظ کل جزء 30 قرآن. پس با انگیزه و امید شروع میکنیم. خب بریم سراغ درس جدید. درس امروزمون حفظ آیات 1-6 سوره نبأ هست. مثل هر روز برای اینکه با این آیات آشنا بشیم، یه بار با صدای استاد پرهیزکار این آیات رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. سوره نبأ که تو مکه نازل شده 80 سوره قرآن تو ترتیب نزوله و تو فهرست قرآن هم 78 سوره هست. پیامبر خدا درباره فضیلت خوندن این سوره فرموده هر کسی این سوره رو بخونه، خدا تو قیامت از نوشیدنی های خنک و گوارای بهشتی سیرابش میکنه. خدا تو این سوره به این حقیقت اشاره میکنه که بعد از این دنیا آخرتی در پیشه و اصلا دنیا و آخرت مکمل همدیگه‌ن و دنیای بدون آخرت معنایی نداره. موضوع آیات امروز هم سرزنش اونایی که روز قیامت رو تکذیب میکنن. خدا تو آیه اول سوره مبارکه نبأ در قالب یک سوال همراه با تعجب میفرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، عم یتساءلون، درباره چه چیزی از یکدیگر سوال میکنن؟ آیه اول رو با هم گوش کنیم. عم
حالا زمزمه میکنی. عم يتساءلون. با استاد تکرار کنی. عم يتساءلون. با نگاه به قرآن دوباره میخونیم، البته این بار بدون استاد پرهیزگار. عم يتساءلون. سه بار از حفظ تکرار کنیم. عم يتساءلون. عم يتساءلون. عم يتساءلون. بسیار خوب، تو آیه دوم ادامه میده. عن النبأ العظیم، از آن خبر بزرگ. خدا تو این آیه روز قیامت رو به خبر بزرگ توصیف کرده که نشون از عظمت و اهمیت قیامته، چون تو اون روزه که واقعیت ها روشن میشه و هر کسی پاداش یا مجازاتی که مستحقشه بهش میرسه. آیه رو گوش کنیم. عن النبأ العظیم. حالا زمزمه میکنیم. عن النبأ العظیم. با استاد تکرار کنیم. عن النبأ العظیم. با نگاه به قرآن دوباره میخونیم، البته این بار بدون استاد پرهیز. عن النبأ العظیم. سه بار از حفظ تکرار کنیم. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. عن النبأ العظیم. تو این قسمت باید این دعایه رو به هم وصل کنیم. یه بار اول با دقت تمام از رو بخونید. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. آفرین به شما. حالا از حفظ تکرار کنید. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. آفرین به شما. و اما آیه سوم، الذی هم فیه مختلفون، خبری که همواره درباره آن اختلاف دارند. خدا تو این آیه به یه نکته مهم اشاره میکنه، اینکه با وجود اهمیت فراوان قیامت، مشرک‌ها به جای اینکه برای این روز آماده بشن، خودشونو سرگرم مجادله و کشمکش درباره روز قیامت کردن. آیه سوم رو گوش کنید. الذي هم فيه مختلفون. حالا زمزمه میکنیم. الذي هم فيه مختلفون. با استاد تکرار کنیم. الذي هم فيه مختلفون. از روی قرآن یک بار بدون استاد بخون. الذي هم فيه مختلفون. سه بار از حفظ تکرار کنیم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. خیلی خوب بود. برای اینکه اتصال بین آیات رو یاد بگیریم، یه بار این سه آیه رو که حفظ کردیم از روی قرآن با دقت هرچه تمامتر میخونیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. آفرین به شما. حالا از حفظ تکرار کنید. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. مرحبا. تو آیه چهارم و پنجم خدا یه نکته رو با تأکید تکرار میکنه و میگه کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. هرگز، به زودی با برپا شدن قیامت از واقعی بودن آن با خبر خواهند شد. باز هم هرگز، به زودی از آن با خبر خواهند شد. این دعای در واقع یه جور تهدیده، یعنی خدا میگه جنجال و هیاهوی بیخودی نکنی، چون به زودی مرگتون فرا میرسه و با چشمهای خودتون برپایی قیامت رو میبینید و از همون واقعیت که همون عذاب سخت منکرین روز قیامت هست باخبر میشید. این دعایه رو گوش کنیم.
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. حالا زمزمه میکنی. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. با استاد تکرار کنی. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. از روی قرآن یک بار بدون استاد بخون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سه بار از حفظ تکرار کنی. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. حالا باید آیاتی که حفظ کردیم رو به هم متصل کنیم. یه بار با دقت تمام از روی قرآن میخونیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. آفرین به شما. حالا از حفظ تکرار کنید. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسیار عالی. میرسیم به آیه آخر درس امروزمون. الم نجعل الارض مهادا؟ آیا این زمین را بستری آرام برای شما نساختیم؟ از این آیه خدا شروع میکنه و با اشاره به پدیده‌های هماهنگی که توی دنیا و توی این جهان وجود داره معاد رو اثبات میکنه و تو مرحله اول به آفرینش این زمین زیر پامون اشاره میکنه. آخرین آیه درس امروز ما رو میشنویم. ألم نجعل الأرض مهادا؟ حالا زمزمه میکنی. ألم نجعل الأرض مهادا؟ با استاد تکرار کنی. ألم نجعل الأرض مهادا؟ از روی قرآن یک بار بدون استاد بخون. ألم نجعل الأرض مهادا؟ سه بار از حفظ تکرار کنی. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ خب حالا که درس امروزمون هم تموم شد، باید تو قدم آخر تمامی آیات جدید رو به هم وصل کنیم. پس اول یه بار با دقت از روی قرآن بخونیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. درود بر شما. حالا تو این مرحله از حفظ میخونیم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. خدا قوت. بعضی از کسایی که به سمت حفظ قرآن نمیان دلیلشون اینه که نگهداری و مرور محفوظات کار وقتگیریه و ما هم که با این همه گرفتاری و دردسر وقت خالی برای انجام این کار سخت نداریم. مطمئن باشید که این یه وسوسه شیطانیه برای اینکه از معنویات دور بمونید. شمایی که الان نزدیک به نصف جزء 30 رو حفظید، برای برنامه مرور و دوره 10 درس قبلی بیشتر از نیم ساعت وقت لازم ندارید، در حالی که خیلی ها تو روز چند برابر این مقدار زمان رو صرف تماشای سریال و گشتن تو اینترنت و بازی با موبایل میکنن. ولی همین آدما تا اسم فعالیت‌های مفیدی مثل حفظ قرآن میاد هزار تا بهونه میارن که اولیش وقت نداشتن و گرفتار بودن.
خلاصه هم قدر خودتون رو بدونید که خدا بهتون توفیق داده که از وقتتون بهترین استفاده رو بکنید و هم سعی کنید اطرافیانتون رو دعوت کنید که همراه شما بشن تو این راه. خب دوره 10 درس گذشته از سوره زها تا آخر سوره بینه فراموش نشه و مرور امروزتون هم میشه سوره طارق تا آخر سوره مبارکه فجر. حتما درس بعدی رو پیش مطالعه داشته باشید. شب و روزتون قرآنی. خدا نگهدار.